سلام تقدیم همهتون، آرزو دارم که جور و صحتمند و سرحال باشین و مثل همیشه بیننده برنامه خود باشین. امروز در نظر دارم که یک فنجان چای بی‌شکر خوشمزه آماده کنم. در ابتدا مواد لازم نوت میگیریم، دوباره برمیگردیم. مواد لازم برای دلمه داشی: بادنجان سیاه، بادنجان سیاه 2 عدد، پیاز 1 عدد، مرچ دلمه 1 عدد، گوشت کوفته شده 100 گرم، ربع یک قاشق غذاخوری، سیر 2 دندانه، زردچوبه 1 قاشق چای خوری، نمک به قدر ضرورت، مرچ سیاه 1 قاشق چای خوری، روغن به قدر ضرورت. در ابتدا ما میخوایم که 1 عدد پیاز ریزه کنم. پیاز به همین اندازه ریزه میکنیم. قبل از اینکه پیاز ریزه کنم میخوایم که روغن بریم تا سرخ شود. اشتاد میلی لیتر روغن اضافه میکنم. ببینیم که این خود کمه سرخ کنه. فنجان چای که امروز آماده میکنم این هم به شکل دلمه است که آماده میکنم، ولی متفاوت از اینکه، یعنی داخل فنجان چای را خالی میکنیم و داخلش گوشت کوفته شده میبریم، این را ما داخلش خالی نمیکنم، به یک طریق دیگه آماده میکنم که هم شکلش بسیار زیاد مقبول است و هم مزهش بسیار زیاد خوب و عالی است که شما هم میتونید با این شکل فنجان چای را البته دلمه آماده کنین و داخل داش بنین. میمونیم که پیاز یک کم سرخ شود. تا اینکه پیاز سرخ میشه میخوایم که سیره از فراشک بکشم. که پیاز کم خود زیادتر سرخ میکنه، من 1 عدد مرچ دلمه را به شکل چارکنج برش میکنم. این قسمت هایش هم میگیریم. به این ترتیب دیگه شه هم پای دیگه شو من شکل برش میزنیم. ما
مرچ دلمه هم ریزه شد. با قسمی که میبینین پیازم پر شده. سیره اضافه میکنم. و با پیاز زیره یکمه سرخ میکنم. گوشت را که از ماشین کشیدیم ایره هم اضافه میکنم و با پیاز سیر یک جا. یه خاشق رو بزفه میکنم زردچوبه یه خاشق نمک و همچنان مرچ سیاه یکم آب هم اضافه میکنم و ایره میمانم که یکم خدا نرم تا ای که آماده میشه ما میخوایم که بانجان سیا را پرش کنیم بانجان سیا را بیده قسمتش را میگیریم حال ایره برش میزنیم به شکل ورق ورق ایره برش میکنیم به می ترتیب پوستش نکنیم پس میکنیدین فقط به می شکل دراز دراز ایره برش میزنیم قبل از اینکه دیگه شب برش کنم میخوایم که کرایی رو بانم و روغن بانم که گرم شود این هم آماده شده حرارتش خاموش میکنم این هم آماده است آماده است که داخل روغن سرخش کنم زیاد سرخش نمیسازیم فقط که یک کمی ای خدا نرم بسازه و از ایالتی که یعنی حالت داره که نمیتونیم درست پستش کنیم از ایالت برای وقتم نرم شوه درست میشه و می ترتیب دیگرهایش هم سرخ میکنیم
به می طریق چند لحظه ماندیم که یعنی خدا از ولت بیکنه، بعد از او کشیدیم، یعنی زیاد سرخش نسخیم که اینا هم آماده است. اینا رو می کشم. به یک عدد دیگه شم سرخ می کنم. اینا آماده شد. قبل از اینکه ما داخل اینا مواد بنام، میخواییم که رو به حل بسازم. یک کم نمک و همچنان زردچوبه داخل رو بندازم. غیر با آب حل میسازم. قالب میکشم و داخل قالب یک کم روغن اضافه میکنم. روب سرخ نمیکنیم چون وقت داخل داش میمانیم با حرارت داش روب سرخ میشه. روبم که حل ساخته بودیم. پلویش پاش میدیم. آماده شد. حال می خواهیم کوفته را که آماده ساختیم داخل فنجان آوریم. یک فنجان هم به سرش می مانم و مواد کلبته کوفته که آماده کردیم و این قسمت یه به شکل یه هم به شکل چوب خلال دندان و همچنان مرچ دولمه که ما ریزه کردیم. به این شکل آماده میکنیم و داخل قالب میمونیم. به می ترتیب دیگرش هم میبینید که چقدر یک شکل مقبول با خود میگیره. به این ترتیب که آماده میکنیم و شما میتونین این هم دلمه بانجان در میمونه خاصی که میداشته باشین آماده کنین. به این ترتیب و باز هم مرچ دلمه و
بانجان سیا را داخل قالب ماندیم و آماده است که قالب داخل داش بانیم تا آماده شود. بانجان سیا آماده شده، آماده است که داخل داش بکشمش. بخاطر از تزیینش ما میخوایم که چند دانه از زیتون سیاه را به این شکل به قسمتش بانم. هم بیشتر خوشمزه میکنه وقتی بانجان سیاه را شروع میکنیم و هم بخاطر تزیینش. ایرام به این شکل به این قسمت ببینیم که چقدر یک شکل خوب و مقبول بخاطر گرفته که شما هم میتونین به این طریق آماده کنین. تا برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم. تمام شما را به الله پاک میسپارم.